سلام و درود به همه عزیزای دل، خیلی خیلی خوش اومدید. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردین و وارد شدین. اینجا 7M و من مهدی هستم. خیلی چاکریم هر جای این دنیا هستی، امیدوارم تو که جانتان جود باشه، بخیر باشین، تید باشین، دجگرتان نفس. خیلی وقت بود نگفته بودم دجگرتان نفس، داشت کم کم یادم میرم، ولی دجگرتان به جز این که نفس ملق بزنم. آقا امروز اومدیم با شما با زندگی نامه عبدالخالق هزاره، قراره با همدیگه بشنویم، با همدیگه ببینیم عبدالخالق هزاره کی بوده، چی کارا کرده و چی کارا نکرد. حتما تا آخر این ویدیو با من باشید و اینکه لینک اصلی ویدیو هم داخل توضیحات میذارم، میتونید سر بزنید و حمایت کنید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینید، در ادامه باز گپ میزنیم. همه با هم دیگه لیتس گو. شلیک به مغز استبداد، یادی از شهید عبدالخالق هزاره. شهید عبدالخالق هزاره محصل لیسه نجات بود. او در کودکی و نوجوانی داستانهای دهشتناک در مورد تبعیض و نفرت حاکمان مستبد از جمله عبدالرحمن را نسبت به هزارها شنیده و ظلم نادرخان را تجربه کرده بود. بچه ها داستان بچه های هزاره به شدت جدی هست در مورد نسل‌کشیشون و اینکه حتما یک ویدیو باید درست کنم ببینم اصلا دلیلش چیه، دلیل اصلیشو پیدا کنیم. به تاریخ 8 نوامبر 1933 در محفلی که برای توزیع کارنامه فارغ التحصیلان با حضور شاه تشکیل شده بود، به ضرب دو گلوله، یکی به بازو و دیگری به دهان نادرشاه، او را در میدان فوتبال مجازات کرد. عبدالخالق پس از کشتن نادرشاه در حالی که می توانست همراهان نادر را نیز به قتل برساند، تفنگچه اش را به زمین انداخت و گرفتار گردید و در جلسه محاکمه به تاریخ 24 قوس به علاوه خودش محمود و برادرش علی اکبر خان، محمد ایوب خان معاون لیسه نجات، غلام رسول خان معلم اسپورت مدرسه، میر سید قاسم خان معین وزارت معارف، پدر عبدالخالق، مولا داد خان عمویش، پسران غلام جیلانی خان چرخی و تعدادی افراد بیگناه هزاره در ملای عام قربانی کینه‌توزی شده و به دار آویخته شدند. وای وای، اومدن مثلا نادرشاه رو کشته، به تیر بسته، تموم اطرافیان، خانواده، فک و فامیل و همه رو به دار آویختن. خیلی وحشتناک، خیلی بد. خب و چقدرم پر جرأت بوده که بعد از اینکه کشته سلاحشو گذاشته زمین رو بیاین منو دستگیر کنید، من اصلا فراری نیستم. البته با استثنای عبدالخالق که به شیوه بسیار فجی و غیر انسانی به شهادت رسید. در ابتدا قرار بود همه آنها با چوبه دار اعدام شوند، ولی در حین اعدام تعدادی از خوانین پکتیا که از نزدیکان نادرشاه بودند درخواست کردند تا عبدالخالق را به آنها بسپارند و آنها ابتدا انگشتانش را بریده و بعد چشمانش را از کاسه در آوردند و سپس سایر اعضایش را تک تک نموده و در آخر سربازان با برچه به جان جنازه عبدالخالق افتاده و آن را به طور کامل دریدند. پس از قتل نادرشاه، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. یک انسان واقعا یک عمل غیر انسانیه، میخوای اعدام کنی، اعدام یا تیرباران یا حلقه دار، در صورتی که اعدام دیگه واقعا اصلا نباید داخل این دنیا باشه. کسی که باید مجازات شه بفرستین زندان، آقا 40 سال، 50 سال، 60 سال که اونجا دیگه عمرشو کنه بمیره، این بهترین مجازاته تا اینکه عملهای غیر انسانی اینطوری مثلا یارو بکشی و وای دریدند. پس از قتل نادرشاه، پسر 19 ساله او به نام ظاهرشاه به قدرت رسید که در این دوران سلطنت خیش با وضع مالیات کمرشکن دمار از روزگار هزارها در آورد. 26 قوس سال روز شهادت شهید عبدالخالق هزاره است. و اما عبدالخالق هزاره کی بود؟
وقت ساکنین افغانستان درک کردند که محمد نادر غدار بالای قرآن سوگند می نویسد و بعد آن را نقض می نماید، جوانی به نام عبدالخالق هزاره جان نثار در دفاع از انسانیت و بشریت تصمیم گرفت که به حیات این غدار تاریخ خاتمه بخشد تا عبرت هواخواهان این غدار و پیروان وی گردد. عبدالخالق هزاره شاگرد لیسه استقلال و در بهبوهه بهار زندگی بود. قرار بود نادر غدار در توزیع شهادت نامه شاگردان این لیسه در ارگ کابل شرکت نماید. وقتی عبدالخالق هزاره از این جریان با خبر می شود، تصمیم می گیرد که با بایسکل خانه رفته و تفنگچه ای را که یک سال قبل همان روز توسط آن غلام نبی چرخی به قتل رسیده بود گرفته و به داد نادر غدار برسد. کلن نمیتونسته ظلم رو ببینه. این توضیحاتی که داره میده، ما این برداشت رو میتونیم ازش داشته باشیم که انسانی بوده نمیتونسته ظلم رو ببینه و به ذات خودش رجوع کرده که واقعا من دارم اذیت میشم. ظلم وقتی میبینید باید تنها کاری که مثلا آسونترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه یه اعتراض کنید. الان خیلی از ما مردم داریم که ظلم رو میبینم ولی باز نشستیم سر جاهامون. بذار ظلمه باشه به ما که ما زنده ایم. نه این اشتباهه. عبدالخالق هزاره با کمال شهامت و مردانگی با فیر سه فیر در دهن نادر غدار در حضور محافظین مسلح وی به حیات وی خاتمه می بخشد. عبدالخالق هزاره گرفتار می گردد. وی با کمال نامردی مورد اذیت و آزار قرار می گیرد تا اقرار کند که وی این کار را به تحریک کیها انجام داده است. شکنجه و اذیت عبدالخالق هزاره در تاریخ بشری بی سابقه است. محققین وقتی تک تک ناخن دست او را با انبور می کشید سوال می کرد بگو به دستور کی عمل کردی؟ عبدالخالق هزاره فریاد می کشید به دستور خود. این کار الا کشیدن تمام ده ناخن دست تکرار می گشت و پاسخ عبدالخالق هزاره هم همان بود که گفت. بعد شروع به کشیدن ده ناخن پاهای وی می کرد و عین سوال و پاسخ تکرار می شد. وای طوری که میگه من یه لحظه دارم حس میکنم بچه خیلی بده، خیلی بده. دیدید یه مشکل کوچیک برای ناخونتون پیش میاد چقدر درد میکشین، چقدر داستان داری. مثلا یه ناخون رو بیشتر از اون چیزی که باید باشه کوتاه‌تر میکنی تا 4-5 لیالا حساب کنی ناخونا رو کشته. اوخ. بعد شروع به کشیدن چشمهای وی از حدقه توسط چاقو شروع میگشت و سوال میشد بگو به دستور کی نادر را به قتل رساندی؟ باز هم عین پاسخ عبدالخالق هزاره نامراد جوان زیر سن تکرار میشد. روزی که عبدالخالق هزاره را به قتلگاه انتقال میداد، جسد وی به شکل معجزه آسا در حرکت بود و روح و روان وی قبلا نابود گردیده بود. بر اساس تحقیق بشری در مورد مقاومت جسم یک آدم، مقاومت وجود یک آدم حد و مرز دارد. ولی این تحقیق در مورد مقاومت بدنی عبدالخالق هزاره صدق نمی کند. وی علی رغم تمام شکنجه های بی سابقه یک کلمه در مورد انگیزه کارش که نفر دومی را شامل سازد نگفت. بالاخره چوبکی های نادر غدار تک تک اعضای خانواده عبدالخالق هزاره و تمام آنهایی را که با عبدالخالق هزاره نشست و برخاست داشتند، همسنفی های عبدالخالق هزاره، مدیر لیسه استقلال، ولی دیگران را که هیچ از قضیه خبر نبود گرفتار و اعدام کردند. وای وای وای. حالا به زندگی نامه عبدالخالق هزاره سری می زنیم. بریم. عبدالخالق فرزند مولاداد هزاره بود که در سال 1295 خورشیدی چشم به دنیا گشود. پدرش او را به مکتب نجات فرستاد و در تربیتش توجه زیادی مبذول می داشت. پدر بزرگ خالق اهل دایه و فولاد بود که زمان کوتاهی در مناطق مانند دیزنگی و غزنی نزبود و باش داشت.
او در زمان امیر عبدالرحمن خان از سرزمین دایه و فولاد مجبور به کوج اجباری گردید. زمین، خانه، مال و دارایی پدریش از جانب اعمال امیر غصب شد و یک تعداد اعضای خانواده وی به قتل رسیدند. از همون اول درگیر بودن، درگیرش بودن. سیاست اینطوریه، شما وقتی واردش میشی نه تنها خودت وارد میشی، هر کسی هم که میشناستت وارد کردی. این یه چیزیه که دیگه بر همه ثابت شده. پس از مرگ پدر بزرگش، دو پسر به نامهای مولاداد و خداداد از وی به جا ماند که مولاداد پدر خالق و خداداد کاکای او بود. آنها در منزل خاندان چرخی خدمت می کردند، چنان که مولاداد در نزد غلام صدیق خان و پسرش خالق همراه با کاکای خود خداداد در خانه غلام جیلانی خان خدمتگار بودند. پدر خالق دارای تحصیلات خصوصی بود و به زبانهای انگلیسی، آلمانی و روسی تسلط نسبی داشت که در جریان سفرهایش به همراهی غلام نبی خان چرخی به اروپا فرا گرفته بود. افزون بر این، در این سفرها برای مولاداد میسر شد تا اندیشه و آرمانهایش را بارورتر سازد. او سر پرشور سیاسی داشت. سر پرشور سیاسی یک روزی سرتو برباد میده، هیچ فرقی نداره هر کی باشی. بزرگترین سیاستمدارهای دنیا با سرشون رو از دست دادن، ولی سیاست کثیف. علاقمندی خانواده خالق به نهضت امانی از دو جهت بود. اولان که شاه امان الله که پادشاه اصلاح طلب بود، طی فرمانی بار کنیزی و غلامی را از دوش مردم هزاره برداشت. دوم، دیگران که خاندان چرخی که ولی نعمت آنها بود، تا آخر به شاه امان الله وفادار بودند. وقتی که نادرخان به قدرت رسید، نخست شخصیت‌های برجسته کشور و وفادار به امان الله خان را اعدام کرد و در ضمن تعداد 18 نفر از خاندان چرخی را به شمول غلام نبی خان و غلام جیلانی خان به سبب مخالفتی که با آنها داشت به قتل رسانید. این بعد شما وقتی سر کار میای از حکومت قبلی همه رو بکشی. آقا چرا بکشی؟ بنداز یه کشور دیگه، بنداز زندان، اصلا یه کاری کن دیگه نیان. این کشتنه باز میشه تو خیلی دشمن بیشتر پیدا کن. ما در این میان فقط غلام صدیق خان که در خارج بسر میبرد از قتل نجات یافت. همچنان شاه بیبی، زن غلام جیلانی و دختران او رازیه و رابعه نیز زنده ماندند. این حوادث بی تردید احساس نوجوانی چون عبدالخالق را جریحه‌دار ساخت و به گفته محمد عوض نبی‌زاده وی به تمام خاندان چرخی و به ویژه به شاه بیبی خانم غلام جیلانی که مانند مادر به او توجه می نمود سخت علاقمند بود و احترام می گذاشت. از سوی دیگر عبدالخالق و خانوادهش با بهره‌گیری از حیات شهری تحت تأثیر نظریات جنبش مشروط خواهان و روشنفکران آزادی خواه دوره امانی قرار گرفته بودند و احتمال دارد که خالق در یک سازمان سیاسی همراه با دیگر مبارزان ملی وارد کارزار سیاسی علیه نظام استبدادی نادرشاه شده باشد. چنان که صالح پرونتا میگوید عبدالخالق که یک جوان جدی، محکم، گرمجوش و تا حدی عصبی مزاج و دارای صفات مردانه بود و جوانی بود خوش‌اندام، بلندقد، فوتبالیست توانا و در ژیمناستیک بی‌نظیر، تمام زندگی خود را به سیاست وقف کرد و به صورت یک انقلابی حرفه‌ای درآمد. ورزشکار بوده، پر از هنر بوده، ولی وارد سیاست شده مجبور شده اونا دیگه اصلا ماسمالیتش. توجه بیش از حد پدرش مولاداد به او وی را به یک مبارز بیباک ضد استبداد بدل کرد. خالق هزاره فرزند فقر و محرومیت و وارث رنجهای بیکران مردم خود نیز بود. باری او میخواست در یک مراسم تحتاب گذاری در بالا حصار مأموریت خود را انجام دهد، اما موفق نشد.
به هر حال عبدالخالق تصمیم گرفته بود که نادرشاه را بکشد. بنابراین زمانی که او کمتر از 18 سال عمر داشت، روز 16 عقرب سال 1312 خورشیدی، تومار زندگی نادرشاه را در هم پیچید. محمد کریم کابلی، یکی از همسنفان عبدالخالق هزاره، خود شاهد بود که چگونه خالق نادرخان را به گلوله بست. او میگوید من در چند قدمی عبدالخالق ایستاده بودم. در بین من با او فقط دو نفر فاصله بود. من فیرهای تفنگچه عبدالخالق و افتیدن محمد نادر را به چشم دیدم. به خاطر همین قتل محمد نادر توسط وی بود که من و سایر همسنفانم با وجود صغر سن مدت ها زندانی شدیم. در واقع تنها این فرزندان بیگناه و مظلوم وطن نبودند که زندانی و سپس از درس و تعلیم محروم گردیدند، بلکه برادرها و اعضای فامیلهایشان نیز به جرم ناکرده مجازات شدند. و حتی گفته می شود که پس از کشته شدن نادرشاه، حکومت می خواست تمام شاگردان مکتب را در آن روز حضور داشتند تیرباران کند، اما در اثر مشوره برخی از ارکان دولت سرانجام به شاه محمود یادآوری شد که چون قاتل و همدستان او گرفتار شده اند، سایر شاگردان باید رها شوند. با این حال غلام محمد غبار، تاریخ نگار معروف افغانستان، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ می نویسد اگر گلوله تفنگچه عبدالخالق خان نادر را نکشته بود، من و سایر زندانیان محبس سرای معتی همه اعدام می گردیدیم. عبدالخالق با کشتن محمد نادرشاه اگرچه در واقع جان زندانیان سرای معتی را نجات داد، اما این اقدام متحورانه او سبب شد که نه تنها خود او و اعضای خانواده و نزدیکانش با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن کشته شوند، بلکه حتی ده ها تن بیگناه دیگر نیز با اتهام همدستی با او طعم تلخ شکنجه و مرگ را بچشند. از این گذشته آخه اومده کاری کرده نمیدونسته، حالا دیگه رفیق مفیقا رو میگنن، حالا اعضای خانوادم الان دیگه اصلا نباید طرفشون بری. من کاری کردم مجازات برام منه، نه مثلا من مادرم پدرم مثلا یه کشور دیگه، خواهر برادر یه کشور دیگه، رفیقام یه کشور دیگه، به اونا ربطی نداره که بعد اومدن رفتن سراغ همکلاسی ها، همسنفی ها. که آقای غبار درباره لحظات پس از ترور نادرشاه می نویسد جوان زارب یعنی عبدالخالق خان هزاره همین که شاه را کشته دید، تفنگچه خودش را انداخته و به نظاره به ایستاد، زیرا او جز کشتن شاه مطلب دیگری در این محفل نداشت. چون هیچ حادثه دیگری به وقوع نیامد، افسران بیامدند و زارب را بگرفتند و مرده شاه را به داخل ارگ انتقال دادند. بیشتر به قصه پردازی و قهرمانسازی شبیه است تا به واقعیت، زیرا بنابر گزارش شاهدان عینی زمانی که عبدالخالق نادرشاه را ترور کرد پا به فرار گذاشت، اما وقتی که میخواست از روی دیوار محوطه به بیرون بپرد پایش گیر کرد و به داخل محوطه افتاد. در این زمان سربازان سر رسیدند و او را دستگیر کردند. همانطوری که در اول گفتیم، در نهایت بدن خالق را قطعه قطعه کردند تا درس عبرتی یا هشداری باشد برای همه آزادی خواهان، غافل از آن که با خون میتوان کشتزار استبداد را آبیاری کرد، ولی نمیتوان به انتظار بار مطلوب نشست. اینم از داستان خیلی پیچیده عبدالخالق هزاره، جوانی که زیر سن بوده ولی خب نتونسته ظلمو ببینه و به ذهن خودش رجوع کرد و رفته نادرشاه رو به قتل رسونده و خیلی از کسای دیگر اطرافیان خودش باز اعدام شدن و خیلی دیگر از مردن نجات پیدا کردن. وای 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 وای. اینم از این ویدیو، امیدوارم لذت برده بوده باشین. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. خیلی شکرین. تا ویدیو بعد، بای بای.